در برنامه خبری امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا، نماینده ناروی برای افغانستان بر ترتیب اجندای مذاکرات بین افغانی آینده در ناروی و روند حکومت تاکید کرده است. آمادگی های مقدماتی برای مذاکرات حیات جمهوری اسلامی افغانستان و تحقیق طالبا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سی کودک شامل 100 زخمی. بینندگان گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا سلام. امروز سه‌شنبه 20 ماه آگوست سال 2019 میلادی هست. من محمد احمدی هستم و برنامه را با گزارشی از افغانستان در مورد روند مذاکرات صلح با طالبان آغاز می‌کنم. قرار است که ناروی با همکاری آلمان مذاکرات بین افغانی را میزبانی کند. هرچند زمان دقیق آغاز این مذاکرات روشن نیست، اما نماینده ناروی برای افغانستان در دیدار با مقام‌های افغان بر ترتیب اجندای این مذاکرات و روشن شدن چگونگی حضور هیئت طالبان و حکومت تاکید کرده است. در همین حال حکومت افغانستان در واکنش به ادامه حضور استخبارات آمریکا پس از یک توافق صلح با طالبان میگوید که حضور و کاهش نیروها باید مطابق شرایط افغانستان تنظیم شود. با دنبال توافق صلح میان آمریکا و طالبان قرار است که مذاکرات بین الافغانی میان طرفهای داخلی جنگ افغانستان آغاز شود. این مذاکرات را ناروی با همکاری آلمان میزبانی خواهد کرد. روی آمادگی های مقدماتی برای مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به همین گونه روی ضرورت ترتیب یک اجندای مشخص و منسجم برای مذاکرات صلح تأکید شد. خروج سربازان خارجی، تضمین مبارزه با تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین یک آتش‌بس فراگیر چارچوب مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان بودند که دو طرف گفتند روی دو موضوع اول به پیشرفت‌های دست یافتند. اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که شمار سربازان آمریکایی را در افغانستان کاهش می‌دهد و اما استخبارات آمریکا در افغانستان همچنان باقی خواهد ماند. اگر آمریکا در این جاسوسی کنه و نیروهای خود از افغانستان نکشه و در این مذاکراتی که تقریبا 99% اینا به توافق رسیدن، اگر خدا نخواسته از این کار خود عقب نشینی کنه، عواقب بسیار خطرناک داره برای افغانستان. چون طالبان اعلان کردن که در صورت تخطی امریکا در این توافق نامه صلح حالت دوباره جنگی میشه و دیگه باز بسیار مشکل است که طالبان را به میز مذاکره جمع کنن. با این حال حکومت افغانستان میگوید که ادامه حضور و یا کاهش سربازان خارجی در افغانستان مطابق با شرایط این کشور تنظیم می شود. نیروهای خارجی در افغانستان یک جا با نیروهای امنیتی افغانستان مشترکاً با تروریسم مبارزه میکنیم بر اهداف مشترک و مبارزه مشترک ما نه تنها بر امنیت افغانستان است بلکه بر امنیت منطقه و جهان و امریکا هم هست. اگر در افغانستان صلح برقرار شود طالبا از جنگ دست بکشن طبعا وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد، اما در حال حاضر شرایط قسمی است که ما باید مشترک به این مبارزه ادامه بدیم. حضورشان در افغانستان برای از بین بردن تهدیدات یک امر مهم است الهی که در افغانستان صلح برقرار شود. دور هشتم مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر دوشنبه هفته پیش پایان یافت. مذاکراتی که گفته می شود به تنظیم مسوده توافق طالبان و آمریکا انجامیده است. تا کنون روشن نیست که متن نهایی توافق صلح چه زمانی میان آمریکا و طالبان ترتیب و امضا خواهد شد. حکومت افغانستان اما می گوید که چگونگی این موافقت نامه تا کنون با کابل شریک نشده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. از جمع 100 مجروح حملات بمبگذاری های جشن روز استقلال افغانستان در جلال آباد 30 تنشان کودکان هستند. در میان اینها داستان کودک مهمانی بسیار قابل توجه است که او با اشتیاق شرکت در جشن از پاکستان به جلال آباد سفر کرده بود، اما بعد از وقوع انفجارات سر از شفاخانه درآورد. ضیاءالرحمن حسرت به شفاخانه رفته و با این کودک صحبت کرده است. بشریار کودکی است که با اشتیاق برای شرکت در جشن استقلال از پاکستان به خانه مامایش در جلال آباد آمده است.
در روز جشن با پسر مامایش به بازار می رود تا یک بیرق و بعضی اقلام دیگری که نشان جشن استقلال است خریداری کند. اما انفجارات در روز جشن این شادی را به گونه دیگری رقم زد و او در شفاخانه با پاهای زخمی بستری شد. اما بشریار به نحوی توانیست یک بیرق کوچکی را پیدا کند و با وجودی که زخمی شده بود این بیرق را با خود هم را داشت. من در افغانستان بیرق پا نخوردم. نور آغاش پیلکه ما خستو از در گرد شده نور کرمان بود زخمی شد. آغاش پیلکه ما نخستو در سکر آغا کلاوا چود. در اسپتال تیرا بستو. این کودک از ناحیه پاهای خود زخمی شده است و در شفاخانه مرکزی جلال آباد همراه با پسر مامای خود یک جا بستری است. والا زیاد گفته میشن ما پیسه میخواستن که ما بریم برق چیزا میخریم نمیدادیم. از خانواده ما از قاریس و از اینا دستشان نکسدی کش کردن که ما بریم تو بایی چی میگیم برشان گفت با ما گفتن این خانواده ایم که بچه پیسه میتنم که ما بریم و طلای چیزا بخریم. گفتمش که وقت نا وقت است دوازده و نیم بجه روز بودن شما خیر است آنید نامتان بخوریم با پسند نام امرتان میرم. ولی اینا گفتن که خیر ما پیسه پیدا کردیم مگه نمیتیم ما پیسه گرفتیم ما میرم اینا برای خود میخریم. همین پاین داده که نشده بود تیر نشده بودن که اول آمدن که زخمی شدن. اداره صحت ننگرهار میگوید که تعداد مجروحین انفجارات جشن استقلال به 123 تن ملکی رسیده که از این جمله 30 تن آنان اطفالند. این درحالی است که نیروهای افغان توانستند که 16 ماین جسدی شده در نقاط مختلف شهر جلال آباد را قبل از انفجار خونسا کنند. ضیاءالرحمن حسرت، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، جلال آباد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک اجباری ساخت. شماری از فعالان حقوق زن و نهادهای ناظر انتخابات میگویند هرچند این تصمیم کمیسیون بر روند شرکت زنان در انتخابات اثر منفی خواهد گذاشت، اما از سوی دیگر در شفافیت انتخابات مؤثر خواهد بود. گزارشی از جلال میرزاد از کابل. کمیسیون انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک گام اثرگذار در شفافیت انتخابات می‌داند. اما در انتخابات پارلمانی گرفتن عکس زنان هنگام بایومتریک اختیاری بود. تمام بانوی که به پای صندوق‌های رای می‌آیند در پلی از همکارای خانم ما که در محلات بانوا هست تصاویر از یارا می‌گیره و این جزء از شرایط رای‌دهی بر خانم ها است. این تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان به باور نهادهای ناظر با واکنش های همراه خواهد بود. این نهادها می گویند که عملی کردن این تصمیم به آگاهی دهی بیشتر نیاز داشت. ابلاغ از این در شرایط که ناوقت است، متاسفانه کار خوبی نیست. باید همون زمان که اینها تصمیم گرفته بودن، همون وقت ابلاغ هم می کردن، با مردم کار می کردن. خصوصا وزارت امور زنان، اداره حج و اوقاف، انکشاف دهات و اداراتی که با مردم بیشتر دخیل هستند. افغانستان کشور سنتی است و در بسیاری از روستاها زنان اجازه عکس گرفتن را از سوی خانواده هایشان ندارند. اما از سوی هم ثبت نشدن عکس زنان در دستگاه بایومتریک به باور نهادهای ناظر زمینه تقلب را در انتخابات پارلمانی فراهم ساخت. اکنون برخی از فعالان حقوق زن میگویند که تا چه زمان روندهای دموکراسی قربانی سنت های جامعه شود. این تصمیم کمیسیون میتونه که دو جنبه داشته باشه، یعنی هم منفی و هم مثبت. مثبتش به خاطر از این میتونیم بگیم که آمار تقلبات پایین میایه، رأی حقیقی مردم میشه، ولی در مورد جنبه منفیش میتونیم بگیم که بیشتر میتونه از حضور خانم‌ها جلوگیری کنه به خاطر اینکه جامعه سنتی است و به خاطر عکس که از خانم‌ها گرفته میشه و این قابل قبول آقایان سنتی نیست. بر خانم‌ها پیام مایی هستن که در پای صندوق‌های رأی ظاهر شون، هویتشان کاملا معلوم باشه و عکسشان هم اگر گرفته میشه، چون اونها حق زندگی دارن، حق آزادی دارن و به عنوان نیمی از پیکر اجتماع و بشر میتونن که هم رای بتن با هویت کاملا معلوم و ظاهر. بر بنیاد آمارها از میان بیش از 9,600,000 رای دهنده بیش از 3,300,000 تنشان زنان هستند.
جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. طوری که در گزارش نیز ذکر شد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گرفتن عکس زنان را هنگام بایومتریک اجباری ساخت. حال پرسش اساسی در این باره موثریت گرفتن عکس زنان در شفافیت برگزاری انتخابات است. برای بحث درباره این موضوع با عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان که از استودیوی کابل با ما در برنامه است صحبت میکنیم. آقای ابراهیمی سلام و به برنامه امروز خوش آمدین. تشکر، سلام به شما و بینندگان محترم شما. ممنون. دلایل اساسی اتخاذ این تصمیم از سوی کمیسیون چی بوده و فکر میکنین چقدر میتونه گرفتن عکس از رای دهندگان زن در شفافیت رای گیری موثر باشه؟ به نام خدا و عرض سلام به شما بینندگان محترم شما. قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به این گرفت که به خاطر تامین شفافیت هرچی بیشتر پروسه انتخابات و همچنان جلوگیری از آرای خیالی و هوایی، تصمیم به این گرفت که عکس تصاویر خانم ها توسط دستگاه های بایومتریک در روز انتخابات به شکل اجباری باشه و جزء از شرایط رای دهی به نوع به حساب بیاید. و کمیسیون به این مبنی تصمیم گرفت، اما در انتخابات های گذشته خصوصا انتخابات 28 میزان این شکل به گونه اختیاری بود، یعنی هر شخص میتونست که عکسش گرفته شوه و هر کسی که نمیخواستن عکسشون گرفته نمیشد. و این بار کمیسیون به این تصمیم گرفت که این بار متفاوت باشه. خب زنان ثبت نام شده برای رای گیری 1/3 شمار کل رای دهندگان ثبت شده است، یعنی 3,300,000 رای دهنده زن هست. حالا چه تضمینی وجود داره که گرفتن عکس زنان باعث کاهش شمار رای دهنده های زن در انتخابات نمیشه؟ خب به هیچ عنوان این موارد مانع حضور یا کمرنگ بودن خانم ها در انتخابات نخواهد شد. ما شما میدانیم که تمام خانم های افغان بانوها بعضشان در بعض از ولایات دارای تذکره و پاسپورت در مجموع هستند و به خاطر سفر به بیرون از افغانستان مراسم مذهبی مثل حج و فریضه حج یا اعزام می شدن و این کدام موارد نبوده و کمیسیون تصمیم به این گرفت که این بار این شکل متفاوت باشه و به شکل اجباری باشه و تمام کارمندای ما در محلات و مراکز ما خانم ها هستن و هویت خانم ها حفظ است و این موارد پیش کمیسیون مستقل انتخابات حفظ می باشه. اما جامعه افغانستان جامعه سنتی هست و در فراتر از ولایات عمده افغانستان و شهرها کسایی که رای میتن در با گرفتن عکس زنان بعضا ممانعتی دارن. حالا در این باره آیا شما برنامه های آگاهی دهی دارین و چقدر فکر میکنین این آگاهی دهی باعث جلب و رضایت خاطر زنان رای دهنده خواهد شد؟ خب فعلا کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی تصمیم گرفته و تلاش ما می است که در برنامه آگاهی ما و برنامه تشویقی و ترغیبی ما این موارد گنجانیده شود و فکر نکنم که چنین موارد در کمرنگ بودن خانم ها در انتخابات سبب شود و تمام شهروندان افغانستان خصوصا خانم ها و خانواده ها حال شعور سیاسیشان بالا رفته و درکی را میکنه که پروسه ملیشان هست و تمام مواردی که کمیسیون برنامه ریزی کرده به اساس محرمیت مورد هست و این بار شهروندان افغانستان خصوصا خانم ها حضورشان خوبتر خواهد بود و ما آمادگی خود داریم و تلاش می داریم که از طریق نهادهای حقوق زن، وزارت امور زنان و کاندیدها زمینی تشویق ترغیب خانم ها را و خانواده ها را در رابطه به اشتراکشان در انتخابات بیشتر بسازیم. خب شاید یکی از نگرانی های زنانی که نخواهند عکسش گرفته شود این باشه که در حال حاضر مذاکرات صلح با طالبان جریان داره و بعضی گمان زنی ها میشه که گویا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وقت خودش برگزار نشود. چه فکر میکنه آیا اضافه کردن گرفتن عکس زنان هم باعث
کم رنگ شدن حضور زنان نخواهد شد؟ باید در نظر داشت این موضوع؟ ما آمادگی خود به تاریخ 6 میزان به انتخابات رئیس جمهوری داریم. آمادگی عام تام ما خود را تمام مواد اساس و غیر اساس به شمول اوراق رایدهی، فرم نتایج آرا، رنگ روز انتخابات همش در دسترس ما قرار گرفته، فعلا بسته بندی میشه و قرار از سر هفته آینده تمام مواد اساس و غیر اساس به تمام ولایت انتقال داده خواهد شد. و شما میدانیم گفتم که تمام کارمندای ما که در محلات و بخش خانم اختصاص داده شده همشان خانم ها هستند. تصاویری که از بانوا گرفته میشه در روز انتخابات تمام زیر کارمندای خانم در کمیسون میگیره و محرمیت و هویت از یا پیش کمیسون حفظ است. از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشه و تمام شهروندا که مثلا زمانی که تذکره میگیرن، پاسپورت میگیرن، به بیرون از افغانستان سفر میکنه عکساشون گرفته میشه و اینجا کدام مورده که سبب برهم زدن یا سبب مانع از فرهنگ و هویت خانم ها شوه اینجا وجود نداره. با سپاس از شما آقای عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در برنامه امروز حضور داشته. ایالات متحده آمریکا یک بودجه 125 میلیون دلاری کمک بشری را برای مقابله با احتیاجات افغان‌های آسیب پذیر در داخل افغانستان اعلام کرده است. این کمک شامل رسیدگی به بیجه شدگان داخلی، جوامع جنگی و سیلاب زده و عبادت کنندگان است. و پرداخت این مبلغ سرجم پول کمکی آمریکا به نیازهای بشری در داخل افغانستان در سال مالی جاری به تقریبا 190 میلیون دلار میرسد. طبق خبرنامه سفارت آمریکا در کابل، این پول علاوگی آمریکا صرف تأمین مواد غذایی اضطراری، تغذیه، آب آشامیدنی پاک، حفظ صحه و صحت اضطراری برای تمامی مردم افغانستان البته مورد نیاز میشه و اونها را ترغیب میکنه تا مساعدت های تقاضای بشری ملل متحد را برای افغانستان از کشورهای مختلف البته خواسته که بپردازند یا که افزایش بدن. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. رئیس جمهور ترامپ در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش تنش در روابط هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. قصر سفید دیروز اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ دیروز به طور جداگانه با نرندرا مودی صدر اعظم هند و عمران خان صدر اعظم پاکستان تلفنی صحبت کرد. این در حالی است که دو هفته پس از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت هند، اکثر بخش‌های شهر سرینگر هنوز مسدود است. یلدا بکتاش خبر را دنبال کرده و در برنامه از استودیو البته از اتاق مرکزی خبر با ماست. اوضاع در کشمیر یلدا چگونه است و واکنش کشمیری‌ها به تدابیر امنیتی شدید در سرینگر چی است؟ آقای احمدی سلام به شما و بیننده محترم برنامه. مقامات هند میگن که تصمیم دارن وضعیت را در سرینگر به حالت عادی برگردانند، اما ساکنین این شهر از حضور نظامیان هند در این شهر به شدت ناراضی هستند و میگن که بیشتر از دو هفته است که زندگی عادیشان کاملا مختل شده و کسب و کار هم در این شهر کاملا تعطیل است و مردم به خدمات عامه دسترسی ندارند. در ادامه اعتراض به حضور نظامیان هندی در سرینگر، ساکنین یکی از مناطق شهر به نام سورنیز چند روز است که راه‌های ورود به محل زندگی خود بسته کردن و میگن که هدف از این کارشان جلوگیری از داخل شدن سربازان هندی به این منطقه است و آنها آماده نبرد هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اقدام اخیر هند جهت لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند و کاهش تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان با مقامات آن دو کشور گفتگو کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت که اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است. مودی سرکار که اقدامات کی وجہ سے عمران خان برای رئیس جمهور ترامپ درباره اقدام 5 اگست حکومت هند که امتیاز ویژه کشمیر را لغو کرد معلومات داد و به او گفت که این اقدام هند امنیت منطقه را شدیداً به خطر انداخته است. ما انتظار داریم که امریکا نقش خود را در جهت حل منازعه میان هند و پاکستان ایفا کند.
تلاش های رئیس جمهور ترامپ برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه در حالی صورت می گیرد که 15 روز پس از لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت آن کشور، اکثر بخش های شهر سرینگر از جمله مکاتب و مراکز خدمات عامه هنوز هم برای باشندگان آن شهر مسدود است و افراد انگشت شمار در جاده های این شهر در حال رفت آمد هستند. اینترنت و خطوط تلفن غیر فعال است و رفت و آمد متوقف شده است. ما نمی توانیم در شهر رفت و آمد کنیم. شفاخانه ها بسته هستند و کودکان مریض نمی توانند کمک های لازم را دریافت کنند. ما اینجا گیر مانده ایم. مقامات هند در روزهای گذشته از بازگشایی حدود 200 مکتب ابتدایی در سرینگر خبر دادند. اما والدین کشمیری به دلایل مسائل امنیتی از فرستادن اطفال خود به مکتب خودداری می کنند. از شنبه هفته گذشته ما برای بازگشایی مکاتب ابتدایه آمادگی گرفته ایم. در سرینگر ما در حدود 180 مکتب ابتدایه را باز خواهیم کرد و به تدریج مکاتب دیگر را نیز باز خواهیم کرد. جموع و کشمیر تنها منطقه در هند است که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. حکومت هند می گوید که لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره آن کشور برای توسعه اقتصادی و بهبود امنیت آن منطقه ضروری است. اما کشمیری ها این اقدام یک جانبه هند را نوع خیانت تلقی می کنند. ما آزادی می خواهیم. 70 سال قبل به ما وعده داده شد و ما در تمام این سالها برای تحقق آن منتظر بوده ایم. اگر آنها نمی خواهند به وعده خود عمل کنند، پس بیایند و ما را بکشند. ما برای مرگ آماده ایم. ده ها هزار نفر طی 30 سال شورش و مبارزه برای کسب آزادی از هند در جموع و کشمیر جان خود را از دست دادند. در روزهای اخیر حکومت هند صدها نفر از رهبران کشمیر را بازداشت کرده و برای جلوگیری از گرد همایی و اعتراض کشمیری ها به این تصمیم تمامی راه های ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت را در این منطقه قطع کرده و نشانه از بازگشت زندگی عادی در این منطقه وجود ندارد. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. روسیه و چین امروز هشدار دادند که آزمایش میزایل جدید ایالات متحده تنش‌های نظامی را تشدید بخشیده و رقابت تسلیحاتی را به مخاطره مواجه کرده است. ایالات متحده و روسیه از پیمان نیروهای سلاح هسته‌ای برد متوسط در این ماه بعد از وارد کردن اتهام نقض این پیمان به یکدیگر خارج شدند. وزارت دفاع آمریکا دوشنبه اعلام کرد که یک نوع میزایل زمین به زمین را آزمایش کرد که مطابق موافقتنامه پیمان نیروهای هسته‌ای برد متوسط 1987 ممنوع شده بود. سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه، گفت که این آزمایش نشان می‌دهد که واشنگتن روی چنین میزایل‌ها مدت‌ها قبل از ترک این پیمان مشغول کار بوده است. گنگ شانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که این اقدام ایالات متحده دور تازه‌ای از رقابت تسلیحاتی را باعث خواهد شد و منجر به تشدید برخورد نظامی خواهد گردید. او هشدار داد که این آزمایش میزایلی تأثیر منفی جدی بر وضعیت امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا به نهادهای موجود در منطقه مدیترانه هشدار داده است که با کشتی نفتکش با بیرق ایران که در حال عبور از منطقه است منطقه می باشد داد و ستد نداشته باشند. این کشتی بعد از توقیف در جبل طارق به خاطر نقض تحریم‌های اتحادیه اروپایی آزاد شده است. این کشتی به سمت یونان در حرکت است. رهایی این کشتی از توقیف بعد از آن صورت گرفته که محکمه عالی استعماری بریتانیا تقاضاهای آمریکا را برای تحویل دادن این نفتکش مزنون به انتقال نفت خام به سوریه آزاد کرد. اول گزارشی داریم از افغانستان. اعضای خانه روباتیک افغانستان با کسب مدال افتخاری مسابقات جهانی روباتیک در چین راه را برای اشتراکشان در مسابقات روباتیک اروپا باز کردند. محمود رضایی، مسئول مؤسسات توحید و خانه روباتیک افغانستان، میگوید که تیم او در مسابقات جهانی در شهر چانکینگ چین که به حضور 113 تیم روباتیک از کشورهای مختلف جهان برگزار شده بود، مدال افتخاری را به دست آورد. سه دانش آموز دختر از ولایت هرات، نمایندگان افغانستان در مسابقات جهانی روباتیک در کشور چین، در بخش خردسالان شهرهای هوشمند یا سمارت سیتیز جونیور بودند. آقای رضایی میگه که این دختران در مسابقات روباتیک جهانی که در ماه نوامبر امسال در هنگری یا مجارستان برگزار میشود شرکت خواهند کرد و گفته وی تیم افغانستان در مسابقات چین با یک ربات هوشمند که میتواند رنگ ها را تشخیص دهد و اشیاء را جابجا کند اشتراک کرده بود.
خوشبختانه در مسابقات سال 2019 کشور چین دانش آموزای ما تانستن در لیگ خود مدال برنز کسب بکنن و در جایگاه سوم قرار بگیرن و همچنان مدال افتخار و جایزه حضور در مسابقات مجارستان که در اروپا برگزار میشه توانستن به دست بیارن. قرار است در مسابقات جهانی روباتیک در مجارستان نزدیک به 100 تیم از کشورهای مختلف جهان شرکت کنند و توانایی‌های روباتیک دانش آموزان را به نمایش بگذارند. حدود 18 سال پس از سقوط رژیم طالبان، میوزیم ملی افغانستان در تلاش ترمیم و احیای مجدد آن آثاری است که توسط جنگجویان طالب تخریب شدند. به گفته مسئولین میوزیم ملی افغانستان، تعداد آثار تخریب شده که شامل مجسمه ها می باشد و بیش از 2500 اثر می رسد که بازسازی آن ممکن یک دهه طول بکشد. اما او می افزاید که با ترمیم مجدد هر اثر تاریخ این کشور یا تاریخ این آثار احیا می شود. با نزدیک شدن سقوط رژیم طالبان در افغانستان، جنگجویان این گروه با چکش ها و حس نفرت وارد موزیم کابل شدند و پس از بیرون شدن از این مکان ملی، مجسمه های تاریخی بودا را در این حالت از خود به میراث گذاشتند. 18 سال پس از سقوط رژیم طالبان، کارمندان موزیم ملی تلاش دارند که این پارچه ها را باری دیگر با هم یک جا سازند. شیراز الدین سیفی، کارمند موزیم ملی، آن روزی را که طالبان در سال 2001 وارد این موزیم شدند، به خاطر دارد. برای چندین روز طالبان خواستار دسترسی به آن گنجینه از آثار باستانی افغانستان بودند که تاریخ آن به قرون وسطا یا زمانی که این خطه چهار راه فرهنگ‌های یونان، فارس و چین بود برمی‌گردد. هیچ فشار فقط استاد کردن مامورین بخش بخش اینجا استاد کردن خودشان کشیدن از صندوق ها خودشان میده کردن رفتن. یک نفر نید تقریبا 20-30 نفر یک دم با گفته شیراز الدین، بیش از 2500 مجسمه تخریب شد که بازسازی آن ممکن یک دهه طول بکشد. ما فکر میکنیم که یک دوته که با هم یک جای نزدیک میشه، پس مثل ازی که پیشتر پارچه را نشان دادم، دو پارچه نشان دادم، این آنقدر احساس برای ما خوشی میده که اثر پس جای خود گرفت، تاریخ خود رو شرک. در میان آثار تخریب شده، مجسمه های حده نیز شامل می باشد. این مجسمه ها که بخشی از آثار بودایی ها می باشد، چندین دهه قبل در نزدیکی شهر جلال آباد کشف شده بودند. در این روزها، مجسمه های حده نشانه واضح بهبود آن وضعیت است که حتی قبل از طالبان یا در جریان جنگ های داخلی آغاز شده بود. در آن مدت، هزاران قطعه از آثار موزیم غارت شد و ساختمان آن مورد هدف گلوله های راکت و مرمی قرار گرفت. ولی با وجود آن هم بعضی از گنجینه های این موزیم در ارگ ریاست جمهوری و دیگر نقاط مخفی نگهداری شده بود. کار بازسازی موزیم در سال 2004 آغاز شد و در طول سالهای اخیر چند صد قطعه از آثار تاریخی دوباره احیا شده است. در حال حاضر اداره موزیم ملی و پوهنتون شیکاگو طی یک برنامه مشترک در تلاش پارچه های گم شده و ثبت یا راجستر دیجیتالی آثار هستند. بر اساس معلومات پوهنتون شیکاگو، با درج معلومات 135,000 قطعات نجات یافته، 99% کار ثبت و راجستر تکمیل شده است. اما در حالی که مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان ادامه دارد، فهیم رحیمی رئیس این موزیم در مورد بازگشت مجدد طالبان نگران است و میگوید که با فکر چگونگی حفاظت آثار این مکان میباشد. امیدوارم که طالبان درک کرده باشند که این آثار مخالف شریعت اسلام نیست. هیچ کس این آثار را پرستش نمی کند. هر کس این آثار را اشیای تاریخی تلقی می کند که بیانگر تاریخ ماست. احیای مجدد آثار شامل در این موزیم در حال جریان دارد که اخیراً بعضی از آثار تازه کشف شده در افغانستان برای ترمیم به بیرون از کشور نیز فرستاده شده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بخش دری همینجا به پایان می‌رسد و تا چند لحظه دیگر همکارم احمد شکیب دوست با بخش پشتو در خدمتتان خواهد بود. شکیب جان سلام، مهمترین اخباری که شما در برنامه‌تان در نظر گرفتین چی است؟
سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته موږ په دې خبري ټولګه کې د افغانستان د سولې په اړه تازه معلومات خبرو د کشمیر پر حالاتو او د ایرانی کښتۍ په اړه